سلام، من سارا درهمی هم، دانشجوی ادبیات نمایشی دانشگاه تهران. بالاخره اومدم که درباره کنکور عملی با هم صحبت کنیم. این ویدیو قراره 4-5 تا قسمت داشته باشه. فعلا میخوام نکات کلی و درباره کنکور عملی نمایش بهتون بگم، بعد درباره هر گرایش بچه‌ها میام براتون صحبت میکنم. حالا درباره کنکورهای موسیقی و نقاشی و اینا هم شاید بعداً صحبت کنیم، ولی فعلا چون من خودم رشتم نمایشه، درباره نمایش حرف میزنیم. اولین نکته‌ای که باید بدونین اینه که وقتی شما وارد اون سالن میشین برای آزمون عملی، این نیست که مستقیم برین اونجا و داور منتظر شما باشه. چند مرحله باید هفت‌خوان رستم رو رد کنید تا برسید به اون باکسی که داورا توش نشستن. اول که وارد میشین یه فرمی بهتون میدم که تو اون مدت که شما منتظری این فرم رو باید پر کنید. تو این فرم یه سری اطلاعات عمومی درباره خودتون میدین که داورا بدونن که بالاخره شما چیکاره این. و اطلاعاتی که میدین اول خب اسم و فامیل و ایمیل و نام پدر و اینا، و بعد چیزای کلی، مثلا تو زندگی چه افتخارات و دستاوردی داشتی که حالا لزوما قرار نیست چیز خیلی عجیب غریبی باشه. مثلا سوم دبستان رفتی یه مسابقه خوشنویسی و یه رتبه آوردی. اوکی، شاید این کم اهمیت باشه، ولی نشون میده که تو رفتی یه چیزی رو تجربه کردی. بعد میاد مثلا رتبه های ورزشی، اگه ورزش تخصصی کار میکنید بنویسید، اگه مثلا همینطوری تفننی کار میکنید اونم بنویسید. میخوایم یه شمای کلی داشته باشیم که شما چه جور آدمی هستید، به چه کارهایی تو زندگیتون پرداختین، به چی علاقه دارین. یا مثلا یه حوزه های مطالعاتی، نیازی نیست که حتما بگید خب مثلا هنر فلان اینو، میتونید بگید مثلا زیست، هر چیزی که مطالعه میکنید و مینویسید. بعد میاد پایین‌تر میرسه به قسمت کتابا و نمایشنامه‌هایی که خوندید. کتاب که خب هرچی که اخیراً خوندید، و نمایشنامه خیلی مهمه که نمایشنامه‌های معروف تاریخ نمایش رو خونده باشید، که حالا لیستش اون پایین میذارم براتون تو کامنت‌های دیسکریپشن. ولی نکته مهم اینه که اولا که سعی کنید زیاد بخونید و از دوره‌های مختلف بخونید. مثلا از اول یونان که اولین نمایشنامه‌های تاریخ بوده بخونید، بیاد مثلا رنسانس شکسپیر رو خب دیگه طبیعتاً و بخونید، میان جلوتر ایرانی ها اینا. ولی اگر که وقت ندارید و قراره که تعداد کمی بخونید، مثلا 10 تا نمایشنامه بخونید، خب البته پیشنهاد من اینه که 20 تا 30 تا خونده باشه، ولی اگه اینطوریه سعی کنید یه خورده متمرکزتر باشه که بتونید دربارش صحبت کنید. مهمتر از اینکه شما چه تعداد نمایشنامه خونده باشید اینه که بتونید خیلی خوب درباره هر کدومش یه تحلیلی ارائه بدید. و اصلا مهم نیست که تحلیلتون چی باشه، ممکنه یه چیزی بگین که اون داور اونجا بگه این چی داره میگه، ولی مهم اینه که بتونید حرف بزنید دربارش و این مهارت تحلیل رو داشته باشید. این مهارتیه که در طول 4 سالی هم که شما دارید تئاتر میخونید به دردتون میخوره، و حتی همین عادت مستمر نمایشنامه خوندن، کتاب خوندن، اینم باید همراهتون باشه. چیزی نیست که بگید برای کنکور عملی میخوام این کار بکنم و بعد تموم میشه. اون صفحه پشت فرم یه قسمتی داره انگیزه نامه که چرا اومدی اینجا، چرا میخوای این رشته رو بخونی، و یه سری توضیحات کلی که دیگه حالا هرچی میخوای درباره خودت بگی، دیگه هر چه دلتنگت میخواد بگو. خب برای من مثلا، من یادمه نوشتم که دوست داشتم یه رشته بخونم که مجبور بشم توش زیاد مطالعه کنم، این جزء ملزوماتش باشه. و همچنین برام خیلی مهم بود که چون هم به نوشتن علاقه داشتم و هم تئاتر خیلی برام جذاب بود، که یه جایی که همه هنرها انگار دست به دست هم میدن، موسیقی هست، چیزای بصری هست، نوشتن هست، این برام خیلی جذاب بود و این دوتا با هم جمع شد ادبیات نمایشی. یعنی یه دلیلی داشتم، ننویسید که مثلا خب علاقه داشتم که خب همه علاقه دارن طبیعتاً. یه دلیل مشخصی بدین که اون داورا رو مجاب کنه که یه نگاه دیگه‌ای به شما داشته باشن. بعد یه متنی بعد بنویسید پشت اون فرم، که ترجیحاً بهتره که از قبل اینو نوشته باشید، آماده داشته باشید. من مثلا سال اول، چون گفتم یا نه تو ویدیوهای قبلی کلی گفتم که من 2 بار کنکور دادم، و سال اول وقتی رفتم آزمون عملی، خب با اینکه میدونستم قضیه چیه، ولی از قبل چیزی آماده نکردم. رفتم اونجا و حتی خودکار نداشتم، خودکار گرفتم از اونا و شروع کردم به نوشتن. و چون خیلی وسواسم داشتم تو نوشتن، نشد، خط زدم، رفتم یه کاغذ دیگه گرفتم، باز نشد، دیگه روم نشد برام کاغذ بگیرم، و در مجموع چیز خیلی جالبی در نیومد. ولی خب سال دوم از قبل 2 تا متن آماده داشتم برای هر 2 تا آزمون که میخواستم شرکت کنم. اینم یادتون باشه که حتما 2 تا گرایش شرکت کنید. مثلا اگه اولویتتون به فرض بازیگریه، عروسکی هم شرکت کنید که خب شانس قبولیتون بره بالاتر. و آره، رفتم اونجا نوشتم و دیگه خب خیالم راحت بود دیگه، نشستم با خط خوانا قشنگ نوشتم سر فرصت. و حتی یادمه که وقتی نشون دادم به داوره، داور گفتش که چقدر تمیزه، چقدر همه چیزت منظم و دستبندی شده و ترتمیزه، و خیلی خوشش اومد از این موضوع. حالا اونجا که میرید نکاتی که بعدش توجه داشته باشید، یکی اینه که
صادق باشید، حرفای گنده گنده نزنید. به هر حال اونا تو اون جایگاهی که هستن مطمئن باشید کلی آدم دیدن که میان ادعاهای خیلی زیاد دارن و با این سبک حرف زدن آشنا. فکر نکنید که اگه اینطوری بگم اینا الان قراره که بگن وای و حتما انتخابم کنن. مهمه که تواضع زیادی نداشته باشید، خودتون رو سانسور نکنید، نگید که حالا تا وقتی که نپرسیدن من نگم، این کوچیکه مثلا، این مهم نیست. نه، کاملا خودتون رو بیان کنید، حرف بزنید، از خونده هاتون، از تحلیلاتون اینا بگید، ولی بزرگتر چیزی که هستید خودتون رو نشون ندید. فکر نکنید که اونا از شما انتظار دارن که الان خیلی پر باشید. نه، اونا میخوان ببینن که شما ظرفیت اون پر بودن رو دارید یا نه. مثلا چند سال پیش یه نفر میاد همینجا آزمون بده برای بازیگری و این آدم اونقدر مطالعه داشته، اونقدر کار کرده بوده، از بچگی کار تئاتر کرده بوده که رد میشه و وقتی که میگه چرا، بهش میگن خب بابا تو همه کار کردی، برای چی میخوای بیای دانشگاه؟ بذار این جایگاه بمونه واسه کسی که نیاز داره هنوز به یادگیری و یه چیز جدیدی براش داره دانشگاه. به خاطر همین میگم فکر نکنید که حالا باید یه حرف عجیب غریبی بزنید. و هر چی که ازتون پرسیدن درباره اون نمایشنامه‌هایی که خوندید یا هر چی درباره زندگی خودتون اینا، اگه یه جایی جوابو نمیدونستید، مثلا یادم از خود من پرسیدن که مترجم این نمایشنامه کیه سال اول، و خب من معمولا دقت میکردم، مترجم، ناشر اینا، ولی حالا این کتابو دقت نکرده بود و گفتم که نمیدونم. بعد داور نگام کردی، سکوتی و خب هیچی، رفت سوال بعدی. ولی الان میدونم که وقتی جواب یه سوالی رو نمیدونیم نباید بذاریم این سکوته به وجود بیاد، باید بحث رو ببریم به سمتی که خودمون توش تسلط داریم. آره نمیدونی، الکی نه که میدونم یه جواب دروغ بگی، نه، ولی میتونیم بحث رو یه جور خوبی ادامش بدیم، ببریمش به سمتی که میدونیم. مثلا یه نکته درباره ترجمه بگیم که مثلا من ترجمه های فلانی رو قبول دارم یا این کتاب مال نشر فلانه، معمولا ترجمه هاش خوبه. میدونیم یه جوری که میخوایم یه مکالمه قشنگ شکل بدیم، نه اینکه لزوما توی موقعیتی قرار بگیم که اونا هی بخوام بهمون نمره بدن و اینا، نه، یه بحثه و میخوام این بحث خوب باشه. شکل یه مصاحبه کاری نیست که فرض کنیم یه فضای خیلی خشکه و اونا منتظر باشن که هر چی شما گفتین بهتون یه نمره‌ای بدن. یا مثلا یه چیزی که همه میگن اینه که شما از لحظه‌ای که وارد اتاق میشین اونا دارن شما رو قضاوت میکنن. آره درسته، ولی این به این معنی نیست که هی استرس داشته باشین که وای حالا چیکار کنم، الان راه رفتنم چه جوری بود، مثلا لباس پوشیدنم چطوری بود اینا. اگر رفتارتون، لباس پوشیدنتون، حرفاتون مال خودتون باشه، از کسی تقلید نکرده باشید، مطمئن باشین که به دلم میشینه. مثلا من باز همون سال اول دارم این تجربه های بعدر رو میگم که بعد بگم چی شد که تونستم موفق بشم سال دوم. وارد که شدم گفتم که سلام خوبین، و یه حالتی نمیدونم، حس میکنم این رفتار مال من نبود، یه جوری به من نمیخورد. و اون داورم خب البته برگشت گفت که خب سلام خوبین، ولی خیلی خوش ننشست تو اون موقعیت. و شاید اگه یه نفر دیگه این کارو میکرد خیلی بهش میومد. چون قبلش یادمه که یه آقای اومده بود هی به ما میگفت که راحت باشید، برید اونجا توی جلسه نمیدونم یه میوه روی میز داور بردارین بخورین، مثلا خیلی باش سمه. در حالی که فکر میکنم این رفتار رو باید به خودتون بخوره، اگه مال خودتون باشه به دل میشینه. من سال اول که آزمون ادبیات نمیشدم شدم 50، سال دوم شدم 90 و توی اون جلسه خب همه چی خیلی خوب پیش رفت تا اونجایی که بهم گفتن یه چیزی بنویس و گفتش که یه موقعیتی اینطور چیزی گفت، گفت آقای چرمشین همیشه این تمرین رو به ما میداده، گفت خبر بچه دار شدن یکی رو به یکی بده پشت تلفن، اینطور چیزی بود. و من نوشتم و بعد دیدم که هی احساس میکردم که خیلی بد نوشتم، با اینکه خب بالاخره 5 دقیقه وقت داشتم، قرار نبود چیز عجیب غریبی بود. وقتی که نوشتم واقعا حس کردم بده، و موقعی که داشتم میخوندم خیلی لحنم خیلی ضعیف بود و اصلا انگار میخواستم صدامو نشنوم و فکر میکنم این خیلی تاثیر بدی گذاشت، چون تا اونجای مصاحبه واقعا همه چی عالی پیش رفته بود. به خاطر همین بد خوندم و میخوام بگم اینم مهمه که چیزیو که نوشتید هر چی که هست با لحن خوبی بخونید. من بارها این برام پیش اومده که شعر، نمایشنامه، هر چی توی جمعی بوده و خواستم بخونم و خودم حس کردم خوب نیست و با یه تزلزلی تو صدام اونو خوندمش و خب این تاثیر منفی میذاره دیگه. دیدین استیو جابز میگه که نحوه ارائه هر چیز اهمیتش رو مشخص میکنه، اینم دقیقاً همونه. بعد آزمون بازیگری رو که رفتم بدم، وقتی آزمون تموم شد گفتم خب اینا دیگه نهایت 30-40 به من بدن، ولی 100 دادن. چرا؟ چون فکر میکنم خیلی خوش گذشت بهمون تو اون جلسه. من اول که وارد شدم دیدم که اون کاغذ فرم رو جا گذاشتم و سراسیمه گفتم فرمت کو؟ فرم نبود. رفتم این ور اون ور فرم من کجا، فهمیدم که اون اتاق اولی ازم گرفتنش و دیگه قرار نبود بدن، نمیدونم چرا این سیستم اینجوری بود. به هر حال من فرم نداشتم و خب این ورود من بود به سالن. گفتم باشه بشین اشکال نداره. دو تا اتود براشون زدم
بعد ازم پرسید که خب نوشتی ساز میزنی، چقدر ساز میزنی؟ گفتم حالا نمیدونم چقدر. بعد گفتش که مثلا دستگاه ها رو میتونی تشخیص بدی، دستگاه موسیقی ایرانی؟ گفتم نه. بعد همینطوری هی مثلا رزومه رو نگاه میکرد، هر حرفی که به ذهنش میومد میزد. گفت مثلا من گفتم از یزد اومدم، گفت خب یزد وضع تئاتر چطوریه؟ حرف زدیم، یه مکالمه بود واقعا. و ادا برام یکیش اصغر همت بود، یکیش رضا عباسی بود و دو تایشون خیلی آدم خوش برخورد و خوش روی بودن و همین حرف زدیم. و حتی به جای رسید که مثلا اومد به من یه چیزی هم یاد داد، گفت که برای بازیگری من همیشه به بچه‌ها میگم کتاب انسان و سمبل‌هایش رو بخونن از یونگ و من اینو نوشتم، گفتم که اوکی میرم میخونم. یعنی میدونین فضا این شکلی نبود که منتظر باشم که الان هی با نگاهش الان داره چی به من میرسونه، خیلی عادی داشتیم حرف میزدیم. البته تا حدود خیلی زیادی متاسفانه به شانس بستگی داره. من کسایی میشناسم تو همین دانشگاه که مثلا دو بارم دو سال رفتن آزمون دادن و هر دو بار خوردن به آدمایی که گیر بودن یا میخواستن اذیت کنن و متاسفانه نمره های خوبی ندادن و این نمره واقعا ملاک نیست. یعنی من خیلی یار دیدم که داوره باهاش لج افتاده یا به هر دلیلی نمره کم بهش داده، ولی یکی هم که هیچی بارش نبوده یه دفعه شده صد. میخوام بگم اینو باید تا یه حدودیشو بپذیرید که شانسه، ولی ما باید اون قسمتیشو که دست خودمونه روش کار کنیم. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی وقتی که شما اون کاغذو پر میکنید درباره هر کلمه‌ای که اونجا نوشتید حرف داشته باشید برای زدن. اگه اسم نمایشنامه است، اگه تجربه‌ای که تو زندگیتون دارید، تمرین کنید که درباره‌اش حرف بزنید و نذارید اون سکوت اون شکلی به وجود بیاد. من سال اول رفتم توی سایت قلمچی که مشاور پیدا کردم برای کنکور عملی بهش زنگ زدم و ایشون اومد 200 تومن از من گرفت و یه ساعت و 45 دقیقه تلفنی ما صحبت کردیم و یه نکات خیلی کلی بهم گفت که حالا نمیگم بد بود، ولی خب چیزایی بود که تو همون سایت هم نوشته بود. و یا حتی یادم بهم گفت که تو رزومت مثلا چرا نوشتی که تدوین بلدی، این چیزا به چه دردی میخوره. و در مجموع فکر میکنم یه فضایی شده الان که همه دنبال اینن که بازار خودشون رو داشته باشن و این خیلی غم انگیزه توی این موقعیت. تا سال دوم یادم به یکی از بچه‌های ادبیات نمایشی همین دانشگاه زنگ زدم، مهدی پور میرزا، و به هم خیلی کمک کرد، خیلی حرفای خوبی به هم زد و باعث شد که با یه آرامش متفاوتی برم سر جلسه حاضرشم و واقعا اون روز خیلی خوب برام پیش رفت. میخوام بگم که اگه منم تونسته باشم یه بخشی از این زنجیره کمک باشم خیلی برام خوشاینده و ازتون میخوام که شما هم نگاهتون همین باشه، این نگاه رقابتیه رو نداشته باشید که حالا قراره نمیدونم یه تعداد محدودی رو میگیرن. این سیستمی که الان هست خیلی سیستم خشنیه، خیلی تبعیض توش زیاده، خیلی بی‌عدالتی توش زیاده و ما فقط خودمونیم که میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. از دوستان عزیزم تشکر میکنم که در فیلم برداری این ویدیو به من کمک کردن. سوالی هر چی داشتید اون پایین بپرسید، جواب میدم. خدافظ.